Vai de Giacomo. Vai de. Vai de. الو سلام سلام سعید خانم صبح بخیر شما رهیم سعید خانم شما نمیدونید وحید کجاست آقا رهی دست درد نکنه بالاخره کار خودتو کردی دیگه بابا برات داره حسابی گذاشته وقتی برگشتی تکلیف این مثلا زنداری تو معلوم کنه به شما میگن شوهر چی میگین سر صبحی سعید خانم من از کجا برگردم من از خونه دارم بهتون زنگ میزنم وحید کجاست الان نفهمیدم شما الان کدوم خونه ای کدوم خونه؟ خونه خودم. پا شدم میبینم وحیده نیست. زنگ میزنم خونه بابا اینا کسی بر نمیداره. آقا رهی بی خودی رول بازی نکن. وحیده آفتاب نزده رفته خونه بابا. بهشون هم گفته شما گذاشتی با رفقات رفتی قم. اون الان تو راه مشهد اگه تلفن زدی اینو بفهمی. الو. الو. خیلی ممنون دست شما درد نکنه. خداحافظ. شمون کردی با هم برگردم خودم موکریت میکنم نریم از شده رو خودم حق با شما بود آقا جون خونهشون هیچ کی جواب نمیده عجب قرقله ای شده قاسم حالا خوبه دیرو دست ترسوندن مردم کمانده تو بیامون رژیم دادن سید خیلی مونده برسی خسته شدی آج نه بابا ها میگم بلکه ایشالله به موقع برسی من گفتم زود را بیفتی میدونستم شلوغ میشه سید دستم به دو منه چیه؟ پارتی ما اون دو شما اما اعلامیه دیروز آقا روالاست که تو علم پرشت کردن یاد میکنیم این همه هم لباسی تا کجا میتونم پارتی کن باشم حالا تا حیات خونه هم بردیم آرازی ما سیه آره والا از سر اونم سیه از گاه قابله جلیت دارد احکام ضروری اسلام و قرآن کریم را زیر پا بگذارد یعنی دخترهای 18 ساله را به نظام اجباری ببرد و به سربازخانه ها بکشد یعنی با زور سرنیزه دخترهای جوان و عفیف مسلمانان را به مراکز فحشا ببرد هدف اجانب قرآن و روحانیت است دست های ناپاک اجانب با دست این قبیل دولت ها قصد دارد قرآن را از میان بردارد و روحانیت را پایمال کند ما باید به نفع یهود و آمریکا حق شویم به زندان برویم معدوم گردیم فدای اغراض شون اجانب شویم آنها اسلام و روحانیت را برای اجرای مقاصد خود مضر و مانع می دانند. این صد باید به دست دولت‌های مستبد شکسته شود.
موجودیت دستگاه این اجرا برای جامعه مسلمین عزا اعلام میکنم تا مسلمین را از خطرهایی که برای قرآن و مملکت قرآن در پیش است آگاه کنم. من به دستگاه جابره اعلام خطر میکنم. من چاره را در این میبینم که این دولت مستبد به جرم تخلف از احکام اسلام و تجاوز به قانون اساسی کنار برود و دولتی که پایبند به احکام اسلام و غمخوار ملت ایران باشد بیاید. بار الها من تکلیف فعلی خود را ادا کردم. اللهم قد بلغت و اگر زنده ماندم تکلیف بعدی خود را به خواست خداوند ادا خواهم کرد. خداوندا قرآن کریم و ناموس مسلمین را از شر اجانب نجات بده. روح الله الموسوی الخمینی. صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. ببخشید. آجا راه نیست که فکر نکنم کسی بتونه بره خونه آقا. یه بیشتر از این آبرو نمیتونم خرج. همینجا بشین. بسه ده. بشین. نه آقا همینجا هست. ببخشید. سلام علیکم حاج آقا قومی. زیارت قبول. سلام علیکم. حالا وقت اومدن حاج آقا عبایی؟ بله ما میخواستیم بیایم که نشد. آه جلو چشتو به پامو حالا لغت کردی؟ من هنوز پام به شما نخواهم. چرا صلوات بی خود میفرستی وسط روزه؟ زرزره بی خود نکن. خوشت نمیاد پاشو برو. حاج آقا شما تشریف بیارید اینجا. بفهم. بفهم. حاج اینا کی هم؟ چی بگم؟ برای چی اینقدر زنگ میزنن؟ بری ننه باباتونو گشت سلواتی بیمهل میفرستی؟ بر خرمگس معرکه لنن اشمار. اوی پشه یه بار دیگه واسه صلوات فرست محمدیش وسوسه کنی میام همونجا گاله دهنتو گل میگیرم. نازه فرزش خودی باشم. تو هم شلوغ بود سید رحیم میگه مثل اینکه پوتین با شما. باید فکر کنم آنجا بگم اون اومدن سخن مگه ندیدید من داشتم میرفتم آقا منبر نمیره. منبر نمیره؟ مطمئنی؟ ما بچه ها رو با شوق آوردیم اونجا. تو که بودم از فرزندشون آقا سید مصطفی پرسیدم بگم این کوفیای عجیر شده هم بو بردن دست به دست میکنم چه غلطی کنم. حالا تو این شلوغی قم کجا مسکن گرفتید با ماشاءالله این همه پاره کاوی؟ تو مسافرتونه جایی میره رهی آقا منبر نمیره. برای چی آخه؟ هوا ضبط غلط کن بابا شانس رو ببینم. اصلا که نمی کنم آقا نشینم. مردم مراقب باشین یه مش پوتین به پا میونتونه. میخوان مجلس امام صادق رو به هم بریزن. باشون دهن به دهن نشین ازشون فاصله بگیر. داری باز خود میبافی حرف دهنتو بفهم جیره خوره هر رو کنه. خب نفهمم تو میخوای به هم بفهمونی بچه رو زنده برنم کن بگم جواب جلوش کنی همون انقدر رو صدا ضرورتو تو قبقبت ننداز لچک دریده برنم کن بگم بلش کن اون همینو میخواد بلش کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. توجه بفرمایید، حضرت آیت الله میفرمایند به افرادی که مأموریت اخلالگری و ایجاد هرج و مرز در این مجلس رو دارن اتمام حجت میکنم که اگه یه بار دیگه حرکت سو و ناشایستی که موجب اخلال در نظم و آرامش بشه از خودشون نشون بدن و خواسته باشن از رسیدن سخنان آقایان خطبا به گوش مردم جلوگیری نمایند، فوراً به طرف صحن مطهر حرکت میکنم و در کنار مرقد مطهر حضرت معصومه سخنانی را که لازمه به گوش مردم برسه شخصاً ایراد خواهم کرد. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا الله بفرمایید، منزل خودتونه. حاج آقا علی اصغر. حاج آقا به خدا درد سر بشیم برد میذاشتی تو همون خونه اجاره‌ای میموندی. پول خونشون ازتون میگیرن تو این اوضاع، اتاقشون هم اتاق میسا. سلام علیکم. ماشاءالله ماشاءالله. راگون کردین حاج آقا. سلام علیکم. آقایون ببرن داخل تا من بگم آب و چلو خورشو بیشتر کنن. چشم. تو رو خدا زحمت نکشین حاج آقا، ما میریم میرون یه چیزی میخوریم. حاج آقا از الان بگم که خرج ما سواست. سید اولاد پیغمبر، شما رو دیگه چرا؟ چلو خورش طلبگیه، میگیم دوتا گوجم بهش اضاف کنن بیشتر به چشم بیاد. بفرمایید. 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 کتابیانی آج آقا، تو کلاس درس آخر سالشون به طلبه ها سپردن خودشون رو واسه همه چی، حتی سربازی رفتن و کشته شدن رو آماده کنن. شیرش حلالش. قرار است آقا روح الله فیضیه بره یا نه؟ کی قرار اونجا سخنرانی کنه شما میدونین؟ والا گمون نمیکنم آقا، شاید خود آقا گلپایگانی آقا جان. نه من فقط اینو میدونم که ساعت 4 شروع میشه. احیانانم حاج آقا انصاری یا آل طه منبر میرن، البته اگه عزادارای چماق داره جلی بذارن. آقازاده فرمودند که باید با دوستان منزل آقای خرم آبادی تشریف ببریم. مزاحم نباشیم اگر قبلش میخواین استراحتی بفرمایید. حالا شما میخواید یه سر بیایید بریم؟ نه حاج آقا شما بفرمایید. ما به دوستان قول دادیم حالا رفیق نیمه راه نشیم. شما به ما چیکار دارید؟ شما برین. خب یک سر میریم و بر میگردیم. منم زیاد نمیشینم. تو منبر فیضی شروع بشه میریم و بر میگردیم. در خدمتی. شما نگران نباشیم آجا، قارقاره که من هست یه توکپا میریم و زود بر میگردیم. البته بی حیایی نباشه، این آب شهرتون یه فکری به حالش بکنیم. خدا وکیلی هم خیلی شوره، هم خیلی بیمزه است. روز عزایی ما رو به خنده ننداز حاجی. بفرمود آقا بفرمایید. الهی شد دست شما درد نکن. ما الان طلبه 40 ساله داریم، تازه جامع المقدماتون شروع کردیم. دست شما درد بفرمایید. وقت این دورش معمولا چقدی طول میکشه؟ الان خود شما که مثلا این درس خارجتون رو تموم کردین، یعنی دیگه همه دوره ها طی شده دیگه. کوتاه تموم بشه؟ در سلوگی 30-40 سالم که بخونی باز اون علوم نخونده پیش رو داره. البته استطاعتش باشه میشه بعضیش رو همزمان خون. مثلا من خودم اگه آقا جان راضی میشد پیش آقا رولا وساطت کنن، گرچه سنخیتی هم با درس خارج نداره، حاضر بودم با سر برم محضر ایشون محض درس فلسفه شو. اما خب یه کمی اوضاع احوال مانه شد، یه کمی هم مسائل دیگه. یعنی الان خود حاج آقا قم آبادی مخالفه که شما برین پای درس ایشون؟ نه، مسئله خدا آقا نیست، مسئله بیشتر فلسفه است و درساشه. خب فلسفه علم عقله تا علم نقل. در واقع خدا آقا جان هم تعدیلشون مخالف نبودن، بیشتر ملاحظه حرف و حدیث این اون میکردن. الخیرو فی ما وقع. بفرمایید آقا. دست شما درد نکن. بفرمایید چایی دونو سرد میشه. ای بابا رعی، آقا علی اصغر منزل آقای خرم آبادی خیلی دوره. والا خیلی که نه با ماشین، همه خیابون صفایی است.
الان دیگه باید تو راه باشن. شما بفرمایید چای بخوریم. خب ساعت 5 ها. تلفن نداره خونهشون. بریم از یه جایی تلفن بزنیم. نه تلفن ندارن. شما اگه دیرتون شده میخواین تشریف ببرین، من اومدم بهشون میگم. شما چایتون رو بخورین، تشریف ببرین. عباس بیاید ببینید بیرون چه خبره. رهی قاسم ناصر خان بیرون یه خبره انگار. تظاهراته؟ صدا آجی میاد نسبه بچه رهی غلط نکنم صدا طرفه باشه. آقا حرمه یا اونجا سو فیزی هست. جواد این زبط منه بزن تو رهی من رفت آفر عباس سبق ما هم بری جواد ببخش زحمتش با خودت علی هستم. آقا خبرش رو ما هم بدیم. چی آجی چی شده؟ شلوغه. نری چون آقداره بی کسا کار همه رو میگرم به ماده کجا تو خود فیزی هم همه رو کشتن. بگه شلوغش میکردن اینجا که خبری نیست. دیر رسیدی مجلسو به هم بیختن با چوب خدا را حق نشون گاهشم که بدن بلنگو بستن رفتن سر قبر رو باشون. شما کجایی؟ حاج آقا قوم‌آبادی رسید خونه یا نه؟ حاجی سید کو؟ نمیدونم با من بود گمش کردم. من رفتم. کجا؟ من میرم از حوج مصطفی سید خبر بگیرم. صبر کن جواد. جواد با شما کمک نمیخوایی؟ Thank you.
کجا آقا مابدی؟ کجا آقا مابدی؟ شما توی وزرده چی کار کنی؟ شما اینجایی؟ تولتون نیست بابا؟ من خوبم، من خوبم. شما دارین کجا میرین؟ دارم میرم دنبال شیخ علی اصغر. شما ندیدین اینه؟ خونه است، خونه است. با آقا ناصر و قاسمی رو خونه مونده. بابا رسیدم اونجا، اهل منزل گفتن همه رفتن. پسرم هم دلواپس من شده، رفته سمت منزل آقای خرم آبادی دنبالم. حاج آقا شما که الان با این لباس نمیتونین برین اونجا. اونا هیچی حالیشون نیست. رحم به صغیر و کبیر و پیر و جوان ندارن. برید خونه، من میرم یه خبری ازش پیدا میکنم. خدا خیرت بده. مواظب خودتون باشید بابا. شما برو، شما برو، خیالت راحت باشه. دنبال آقا جونم من خود نگران تو رفت خونه آشه فرار کن دارم یه آشه فرار کن بیا بیا آخ باشه باشه بریم پدر مادر هلوش که تو خیابونی هلوش کنی داره میره خودش داره میره من چی نیتی از کن داد بزن داد بزن جاوید شاه بگو جاوید شاه نه مینالی یه رفیقتو جلو به آتیش بزنم کرباس بستم آقا علی اصغر بگو آقا علی اصغر بگو بلد کنم در مورو باید نداره این لون محروم خیلی بچی هم پدر اومده بگو تا نزدم نفت نکردم بگو نمیگی؟ خوبه وعظت کردی حالا مونده مصیبت خوندنت یک لعنت الله علی القوم الظالمین لا اله الا الله بفرمایید 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 گفتین رهی کی رفته دنبال حاج آقا علی اصغر چی میگم 5:30 بود بگمونه ناصر خان و قاسم رفتن دنبال سید اون تو نمیدونم این عباس کجا غیبش زده به دلتون مد راه ندیم انشالله یه جایی امنه به وقتش برمیگردیم راستش من نمیدونم قصه پسر خودم رو بخورم یا جوونی که رفته دنبالش یا اینه که میگن آقای گلپا یگانی زبون املال شهیدش کردن دنبال این... آقا روح الله میگشتن به خیال اینکه ایشون هم اومده مدرسه حالا پاقلم شده ها رفتن سمت خونه آقا یا نه دیگه خبر نداره حاجی این وضع اینجوری ادامه پیدا کنه فیضیه هم برامون دیگه نمیمونه هرچی معممم هست میگیرن دستبند قپونی میزنن میبرن حبس ابد به ساعت حوزه و درس و منبرم جمع میکنن به خدا ایچی هست اونو گرفتم ببرم ناز آقا برای اینکه بعدن بگن که کاسب و کارگر و کشاورز از آخونده دل خوشی نداشتن رو ریختن دیدی حاجی دیدی چطور طلبه رو از طبقه بالا پرتش کردن پایین دیدی چطور وسط حیات عمامه آتیش زدن و قرآن پاره کردن حاج آقا قوم آبادی
بنده خدا کدوم فیضیه؟ باشو بریم تو سهم، خونهای ریخته شده رو نشونت بدم. طلبه 15-16 ساله کشتن. این تازه عاشوراش بود. بگم برات از نوبه اسیریش، بگم برات از بچه های زهرا و تو گوشی خوابوندن ها. چی شد ناصر خان؟ چی؟ چی چیه؟ بچه ها کجان رهینا؟ آقا ناصر چنقدر دیر اومدی؟ ها بچه ها کوشن؟ آقا تو رو به جان امام حسین، تو نستید خبری از پسر من پیدا کنید؟ خبر چی آجی؟ شما زیاد ناراحت نباش، فقط انگاری یه ریزه همچین بفهمی نفهمی بنده خدا رو تکونده بودنش. ما هم که دیگه انقدر این ور اون ور زدیم تا اینکه تو یه دونه مریض خونه بر حرم پیداش کرد. حالا هم که میگم باید یه دو سه روزی رو اینجا استراحت کنه تا یکم رو برا بشه. زیاد ناراحت نباش، قاسم پیششه. راستی من هم که داشتم میومدم انگاری دیگه نم نمک داشت چشوا میکرد. تو رو خدا راست میگی؟ ای بابا آخه من دروغم چیه؟ پس رهی کو رهیم با شیخ علی اصغر بوده؟ بودنش که بوده، حتمی جایی را کج کرده که ما ندیدیمش. پسر آجیری که پیداش کردیم تو مریضخونه بهمون گفتن که رهی رو روبرا کردن و فرستادنش تا خبر سلامتیشونو بده. روبرا کردن؟ نه اونجوری. شما هم اگر لباساتون رو عوض میکردین بهتر بود. دیگه خبری نیست. چیکار میخواستم بکنن که نکردن؟ الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشمع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشمع لنا. باید آقای کمالبند رو میفرستادن ترون، یه جور مصالحه میکردن. اینجور کارا جز تعطیلی درس و حوزه و منبر ثمره دیگه نداره. حاج آقا شما دیگه چرا؟ کدوم مصالحه؟ اونا همینو میخوان دیگه. خیال کردید برای چی دیشب چپیدن تو سوراخشون امروز از دوباره ریختن بیرون؟ لابد برای اینکه کوتاه نیامدن آقا روح الله به گوش دستگاه رسیده. خدا عمرتون بده. وقتی میریزن تو فیضیه میگن فتحش کردیم، وقتی همون روز میریزن توی مدرسه طالبیه تبریز مؤمن به باد کتک میگیرن، میخوان حرفشونو به زور به کرسی بشونن. این دیگه اسمش مصالحه نیست، باج سیویل دادن بدون رو در وایستی. باج هم که عاقبتش معلوم. امروز باید ساکت شد، فردا به اسم مصالحه همون حوزه و درس و دین خدا رو که فرمودین به دست خودمون تعطیل کنیم. امام حسن هم که مصالحه کردن باج دادن نعوذ بالله. بالاخره تقیه برای همچی روزاییه که آدم تو کارش امکان توفیق نبینه. دو روز بیشتر نمیگذره از این بگیر و ببند ها. بالاخره حتی یقیر ما بنف سهمی هم هست. تقیه اونم وقتی که مردم دست دسته میان خدمت آقا روح الله میگن شما بفرما تا ما سر فدا کنیم، چه ربطی به زمانه امام حسن داره که دنبال چهار تا مرید با وفا میگشتن برای قیام؟ سید اولاد پیغمبر، شما به چهار تا پامنبری نگو مردم تو اون شاه هم که چهار تا داتی دنیا ندیده که میره بهشون سند ملک و زمین میده تا بیافتن رو پاش، نگه مردم. میدونم همه اینا رو میذاری به حساب بلایی که به سر پسر من آوردن. این چه حرفیه آج آقا؟ تعارف نداری، منتها خدا خودش میدونه من از فردای قیامتم بیشتر حراس دارم تا امروز خودم و اهل بیتم. من و شما موظف به حفظ دین این مردمی، همانطور هم موظف به حفظ خون مردمی. حتی اگه چند تا ریز و درشتشون آماده سر دادن باشه، والله من امروز جلو این جوون خجالت میکشم که به خاطر پسر من زیر مشت و لگد دندش مو برداشته. شما مرحمت دارین حاج آقا، اجر امثال ایشون با خداست. ولی اگر حفظ جان از واجبات، حفظ دین و ناموس و شرف از اوجب واجبات.
سید، من پیش سری من خود نماز رو میخونم. اصلا به هیچی زمانی ما زمانی ما موسیقی نیست. نه تو آب بکش حرمت دیگه. الله اکبر. وای بر این دنیا، وای بر ما، وای بر این علمای ساکت، وای بر این نجف ساکت، این قم ساکت، این تهران ساکت، این مذهب ساکت، این سکوت مرگ بار از باب این نیشته زیر تطریق اسرائیل به دست همین بهایی ها این مملکت ما، این نوامیت ما پایمار بشه. وای بر این ما، وای بر این اسلام، وای بر این مسلمین. ای علماء ساکت نمیشینید. 2000 نفر را به هر یک 500 دلار از مال این ملت مسلم به بهایی دادند، عرض دادند به هر یک 1020 تومان تخفیف هواپیما چه بکنند؟ برن در جلسه ای که مرجد اسلام در لندن تشکیل شده از شرکت کنند. این وضع ماست با این اعلی حضرت. اگر نباس میگن، اگر دروغ میگن، پس ایشون بگن دروغ میگن. ایشون بفرمان اعلان کنن که حکومت اون دروغ گفته. تمام پنه حکومت اون خوش نکردی؟ هنوز که نه بابا، اصلا مطمئنی اینجاست؟ مولا رفیقش نیست؟ بگو کن نه همین الان این تو بلند شد. نه خدا خیرت بده. ما هر روز صبح پرم میرفتیم. ما دو روز اونجا سر میزنیم، کسی رو ندیدیم آقا. این دو روز سوای 4 و 5 عیده که ما تمام بیمارستان این شهر رو زیر رو کردیم فقط به خاطر آقا. آخرش ما نفهمیدیم این رفیق شماست یا شوهر خواهر ما. چیزی نگو تا خودش بیاد. حالا مگه چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ چیزی نیست. موضوع خانوادگیه. نه شومدش هم از این سورم رو گنده است. بخشت. سلام. چی شده؟ رابی و فیلم تو را میگم برات. کجا وقت؟ کجا؟ سر قبل من در 12 روزه ور کردی من دی قاطعه این مرک گیری ها. نباید یه خبر از اون تنه لشت به کسی بدی؟ بفرمی شما، من خودم میگم. بفرم چی رو بعدم میام؟ میگم رابی و فیلم تهران. چی میگی؟ تو خجالت نمی کشی زنی تو شب عیدی تنها گذاشتی اومدی اینجا؟ دو قرطانی متر تازه باقیه؟ دوبار کارش به آمپول بیمارستان گشته به خاطر توه. هیچی ندار. به شما دوتا مربوط نیست. حالیتون شد؟ مربوط نیست. به خصوص تو بچه. آهای کجا وایس بینم؟ یارو من دیگه ببینم. آهای کجا وایس ببینم؟ وایس ببینم. آقای بیا برو. یا چیه تو کوچه؟ ول کن شما دیگه. ما نخواهیم شما اینه با خودتون این ورانور بکشین. کیه باید ببینیم؟ من نگفتم این تیکه ما نیست. چیکار کنم؟ چند بار با آقا جون گفتم اگه به خوردش رفت هیچه آبروی ازم نبود.